Hello everyone, Amir here again and I hope you're all doing great. سلام به همگی، امیر هستم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. Today we're gonna talk about some expressions and words around sleeping. امروز بچه قراره یه سری اصطلاحات و لغات و پیرامون موضوع خوابیدن با هم یاد بگیریم. کسی که خوابش سبکه، خوابش سنگینه، بدخوابه، کمخوابه، خوب میخوابه، راحت میخوابه، زود میخوابه، اما اینا رو قرار با هم کار کنیم دیگه. اینقدر نگیم I slept well، I slept bad، خوب خوابیدم، بد خوابیدم، از اصطلاحات استفاده کنیم. فقط یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. Let's go. خب بچه ها، برای شروع، Sometimes you have a good sleep and sometimes you have bad sleep. بعضی اوقات خواب خوب داری، خوب میخوابی، روز بعد انرژی داری، بعضی اوقات بعد خوابی میاد سراغت، خوابت نمیبره. اول بریم سراغ good sleep، اصطلاحاتی که پیرامون یک خواب خوبی، خواب راحت داشتن میشه استفاده کرد و استفاده میکنن. خب مثلا میخوای بگی من خیلی خوب خوابیدم، ما تو فارسی چیا میگیم؟ قش کردم، از خواب مردم، مثل چی گرفتم خوابیدم، اصلا نمیتونستی با بمبم منو بلند کنی و فلان. بریم یه چیزای شبیه اینا تو انگلیسی بهم یاد بگیریم. اوکی، اکسپرشن اول، بی اوت لایک ا لایت. بی اوت لایک ا لایت، بچه بی اوت به معنی خارج بودن نیستا، خارج از خونه بودن. میگه اینجا بی اوت لایک ا لایت، دیدین که شما چراغ رو وقتی میزنی در جا خاموش میشه، پریزو که دکمهشو که میزنی چراغ خاموش میشه. خب لایتس اوت، میگن لایتس اوت، لایتس اوت یعنی چراغ خاموش. خب اینجا داره میگه بی اوت لایک ا لایت، یعنی اینکه همین که رفتم تو تخت انقدر خسته بودم سرمو گذاشتم رو بالش درجا خوابم برد. خب انگار که مثلا کلیدو زده باشی. برای مثال مثلا میگه yesterday I worked out a lot so I was so tired so when I went to bed I was out like a light. میگه که دیروز من ورزش کردم، تمرین کردم، خیلی خسته بودم، برای همین وقتی که رفتم تو تخت when I went to bed I was out like a light. میگه که من بیهوش شدم دیگه، یعنی مثل چراغ برقی که میره با سرعت نور مثلا خوابم برد، یعنی انگار مثلا یه دکمه زدم دیگه خاموش شدم. خب I was out like a light، بهترین مدل خوابیدنم هست دیگه. یه اصطلاحی که استفاده میکنن، یه اکسپرشنی که هست، من خودم دقیق نمیدونم چرا اینو میگن، میگن که I sleep like a log. I sleep like a log. یا مثلا میتونی بگی I slept like a log. خوابیدم مثل log. log چیه بچه؟ log اینه، یه تیکه چوبی که از شما درخت میکنی. انقدی ها هستن، بعد میان با تبر میزنن میشکنن. به این تیکه چوبایی که درخت میکنن میگن log. حالا میگن I sleep like a log. من اول که دیدم استعدادشو فکر کردم داگه، مثل سگ گرفتم خواهی خدایی نکنید داگه، نه لاگه. بعد دیدم لاگ یعنی که چوب. حالا مثلا میگن منظورشون اینه که هیچ چیزی نمیتونست منو از خواب بیدار کنه، نمیتونست هیچ چیزی خواب منو به هم بزنه، انقدر راحت خوابیدم. یه خواب راحت داشتن، یه خواب بی‌دغدغه، بدون استرس فکری، بدون تکون خوردن زیاد. I sleep like a log. مثل این چوبی که اینجا بیازار افتاده کاری نداره، من همینجوری خوابیدم. خب I sleep like a log. یه اکسپرشن بعدی که شبیه همون I sleep like a log میمونه بچه ها، I sleep like a baby. این بچه خوابم برد، این بچه ها همینجوری گفتم خوابیدم. خب بعضی وقتا بچه ها خوابشون درد سرساز و گریه و نمیدونم فلان ها، از اون جنبه بهش نگاه نکن. اون موقع که خوب میگیرم میخوابم، 24 ساعت میخوابم بیدار نمیشن. I sleep like a baby. Yesterday I was so tired so I slept like a baby. مثلا میپرسن که Did you sleep well؟ خوب خوابیدی؟ بعد تو میگی که I slept like a baby. این بچه ها گرفتم خوابیدم. And I slept like a baby. Slept like a baby, thank you. Slept like a baby. Caught Marley eating the pillow. Expression بعدی Be a deep sleeper. Be a deep sleeper. ما تو فارسی هم میگیم خوابش خیلی عمیقه. Be a deep sleeper. به همین راحتی ها با چیزی بیدار نمیشه، خواب عمیق داره، سر و صدایی هم پیش بیاد این عمیق میخوابه و فردا صبح هم خیلی انرژی داره. Be a deep sleeper. For example تو میگی I am a deep sleeper. sleeper میشه شخص اینجا دیگه بچه ها. وقتی ER گرفته sleeper شمایی، کسی که میخوابه. I am a deep sleeper. خب Looks like he's dead. No, he's just a deep sleeper. I'm such a deep sleeper. خب بریم حالا سراغ اکسپرشن هایی که پیرامون یک
خواب بده، یعنی که خواب خوب نداشتی، میخوای بگی خوب نخوابیدم. خب دقیقا مخالف اونایی که تا الان داشتیم. اولین اکسپرشن که خیلی کاربردیه، خیلی استفاده میکنن، اینه I toss and turn یا گذشتش I tossed and turned. مثلا از تو میپرسن که شبا خوب راحت میخوابی، تو میگی که you know usually I toss and turn a lot. toss and turn یعنی چی؟ یعنی که هی این ور اون ور شدن تو تخت. دیدین که بعضی میخوان بخوابن انقدر بعد چپ و راست، ما تو فارسی هم میگیم انقدر چپ و راست شدن رو تخت تا خوابم برد، نیم ساعت یک ساعت طول میکشه، هی برمیگردن این ور بالش، دوباره برمیگردن اون ور، برمیگردن این ور، به این میگن toss and turn. خب اگه بخوای بگی من هی چپ و راست شدم تا خوابم برد، میگی که I toss and turned a lot. Finally I could sleep. خب میگه که خیلی این ورانور شدن تا بالاخره خوابم برد. یا همینجوری میتونی بگی I toss and turn a lot، یعنی که من راحت خوابم نمیبره، یه ذره بد خوابم. اصطلاح بعدی که دوزش بیشتر از اون قبلیه، I didn't sleep a wink. I didn't sleep a wink. Wink میشه چشمک زدن دیگه، بچه میگم winking. خب wink یعنی که حتی برای یک لحظه هم چشامو رو هم نذاشتم. I didn't sleep a wink یعنی حتی یک لحظه چشامو نبستم تا صبح، یعنی بیدار بودم، اصلا نخوابیدم. حالا اون toss and turn یک ساعت خوابت نمیبره، بالاخره میخوابی، این یعنی که من اصلا تا صبح بیدار بودم، چشام رو هم نرفت، یعنی اصلا یه لحظه هم چشام بسته نشد. خب ما اون بر داشتیم چی؟ I'm a deep sleeper، کسی که راحت میخوابه، عمیق میخوابه. این ور داریم چی؟ I'm a light sleeper. Light sleeper. خب ببینید light اینجا به معنی سبکه. اون ور نباید بیای بگی heavy. heavy به معنی سنگین. خب اون ور خواب سنگین نمیگه، اون ور میگن خواب عمیق. خب مثل استخر که میگن خیلی عمیقه، اونم خواب عمیق. نباید اون ور بگی heavy sleeper. البته شاید هم استفاده بکنن، ولی اصلش دیپه، عمیقه. این ور هم میگن light sleeper. خوابم خیلی سبکه. تقریبا توقی بخوره بیدار میشم، کوچکترین صدایی پیش بیاد من بیدار میشم، کسی حرف بزنه از گوشه من کنار من رد بشه حتی من بیدار میشم. خب بچه ها دستبندی اکسپرشن های خواب خوب و خواب بد تموم شد، بریم سراغ یه سری چیزهای کامن که معمولا جنرال استفاده میکنن در مورد خوابیدن، اصطلاحات کاربردی. اصطلاح اول sleep in. sleep in بچه ها، این یه فعله، sleep in. sleep in یعنی چی؟ ببینید شما مثلا طی هفته هر روز باید 6 هفته صبح پاشی، خب مثلا صبح زود پا میشی، ولی آخر هفته ها که تعطیلی معمولا میگیری تا 9-10 میخوابی، یه ذره بیشتر میخوابی. به این اصطلاح میگن I sleep in. مثلا میگی برای مثال I usually sleep in on weekends. I sleep in on weekends یعنی آخر هفته ها معمولا بیشتر میخوابم، خب چند ساعت بیشتر میخوابم. یا مثلا میری سر کار، میتونی دو تا اصطلاح استفاده کنی. مثلا میری سر کار بعد رئیست میگه چرا دیر اومدی، میگی I overslept یعنی اینکه زیاد از حد خوابم برد، این خوابم برد، یعنی که بعد 8 پا میشدم تا 8 و نیم خوابیدم، I overslept. یا میتونی بگی I slept in که میگی یعنی اینکه از قصد این کارو کردی. خب مثلا میگی I wanted to sleep in، میخواستم یه ساعت بیشتر بخوابم. وقتی میگی overslept یعنی که آلارمت کار نکرده، گوشیت زنگ نخورده، هرچی خوابت برده، خواب موندی. خواب موندم میگی من خواب موندم، ببخشید. ولی وقتی میگی sleep in یعنی که خودت تصمیم گرفتی که یک ساعت بیشتر بخوابی. فرق این دوتا رو هم بدونیم، overslept، sleep in. اکسپرشن بعدی بچه ها sleep over. Do you want to sleep over؟ sleep over به معنی این که stay the night، شب رو بمونی. رفیقت اومده خونت، تا آخر شب مونده، خسته است، حوصله رانندگی هم نداره، میخوای بهش بگی که میخوای شب رو اینجا بمونی؟ خب دیگه نمیگی do you want to stay؟ میتونی بگی do you want to sleep over؟ دوست داری شب رو اینجا بخوابی؟ صبح پاشو برو خونت، شب رو بخواب، الان حال نداری بری. Do you want to sleep over؟ sleep over. sleep over یعنی خوابیدن. come over یعنی که بیا خونه من. اوکی؟ do you want to come over؟ میاد میمونه شبم، حالا نمیخوای بره، بهش میگی come on please sleep over. بمون بخواب. اکسپرشن بعدی بچه ها get some shut eye. get some shut eye. shut به معنی بسته شدن دیگه، ببخشید مثلا میگن shut up یعنی که دهن تو ببند. shut your mouth، دهن تو ببند. خب
shut down the computer, کامپیوتر رو خاموش کردن. خب shut eye یعنی که بستن چشم ها. To get some shut eye. اوکی okay. مثلا تو میگی I need to get some shut eye. After this work I'm gonna get some shut eye. یعنی که بعد از انجام این کار میخوام برم میذاره چشم ها ببندم. میخوام بخوابم. Get some shut eye. خب بچه ها چرت زدن چی میشه به انگلیسی؟ Napping. خب sleep یعنی خواب عمیق. دیگه شما حداقل 6 ساعت رو بخوابی. ولی اگه میخوای بگی من یه 20 دقیقه چرت زدم دیگه نمیگه I slept for 20 minutes. میگه I had a nap. Okay? I had a nap about 20 minutes. Nap یعنی چرت زدن. I think first watch. And you get some shut eye. You certainly need some shut eye. Get some shut eye. Expression آخرم بچه ها expression جالبیه. Let's sleep on it. Let's sleep on it. بیا روش بگیریم بخوابیم. نه 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 نه. Let's sleep on it. برای اینی که فرض کن رئیست به زنگ میزنه. میخواد یه تصمیم بگیره. میگه آقا فردا اوکی هست. مثلا اوکی هستی ما دو روز دیگه این کار انجام بدیم. این پروسه رو انجام بدیم. سه روز دیگه. آخر وقت بهت زنگ زده. ساعت 10 شب 9 شب. تو میخوای مثلا بهش بگی فردا جوابتو میدم. بذار روش فکر کنم. خب صبح جوابتو بهت میدم. خب میتونی بگی let's sleep on it. بذار الان حالا بگیریم بخوابیم بعد من بهش فکر کنم صبح جوابشو بهت میدم. Let's sleep on it. یعنی الان به وقت بده فکر کنم. خب هم میتونی بگی let me think about it. یعنی که بگی let me sleep on it. یعنی که صبح به جواب میدم. اوکی؟ Give it the night. Sleep on it. I wish I could tell you to sleep on it. Over there. Now, tonight. Don't sleep on it. Thank you for watching guys. مرسی که تماشا کردید. به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این اصطلاحات به درتون خورده باشه. بازم یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید. و به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی. Take care.